سلام سلام، از زئوس صبوره، خدای خدایان. امروز به یک قضیه ریاضی میپردازیم که برخی خدا باوران بهش استناد میکنند تا وجود روح رو ثابت کنند. آخه یک قضیه ریاضی چه ربطی به روح داره؟ والا از این سخنان به اصطلاح خودشکن شنیدید دیگه؟ این که مثلا من الان بگم من دارم دروغ میگویم، خب این اگه راست باشه پس دروغ گفتم، اگه دروغ باشه پس راست گفتم دیگه، چی شد؟ پارادوکس دروغگو جمله‌ای هست که از اپیمنیدس نقل می‌کنند، همون فیلسوف یونان باستان که اهل جزیره کرت در یونان بود. او گفته مردمان کرت همیشه دروغ می‌گویند. خودش هم اهل کرت ها. او بالاخره این جمله او راست یا دروغ؟ گودل ریاضیدان مشهور اتریشی از این جمله بامزه الهام گرفت که ببینه آیا یک سیستم رسمی ریاضی کامل هست یا نه. سیستم رسمی ریاضی به سیستمی میگن که در اون با یه سری قوانین از اصول یا بدیهیات میشه قضایایی رو اثبات کرد، مثل سیستم حساب اعداد طبیعی که قبلا بهش اشاره کردم. اما کامل بودن یعنی چی؟ کامپلیتنس، تمامیت یا کامل بودن، یعنی درستی تمام گزاره‌های ریاضی درست قابل اثبات هستند. طبیعتاً نادرستی تمام گزاره‌های ریاضی نادرست هم باید قابل اثبات باشن. یعنی خلاصه هیچ گزاره ریاضی پیدا نشه که درستی اون بلا تکلیف باشه، بتونیم بگیم که همشون دقیقاً یا درست هستن یا نادرست. این میشه کامل بودن، تمام بودن. اما اون پارادوکس دروغگو بلا تکلیف بود. گودل اومد یک گزاره جی تعریف کرده که میگه من قابل اثبات نیستم. این یک گزاره است دیگه. اما این گزاره باید در یک سیستم ریاضی بیان بشه. پس گودل گزاره جی رو در سیستم حساب اعداد طبیعی در نظر گرفته تا قابل اثبات کردن باشه. اگه گزاره جی اثبات بشه یعنی اثبات شده که جی قابل اثبات نیست. تناقض پیش میاد، خودشکن هست. اینجوری گودل نشون داد که در یک سیستم ریاضی میتوان گزاره‌ای تعریف کرد که درستی یا نادرستی اون قابل اثبات نباشه. پس سیستم رسمی ریاضی ناتمام است، کامل نیست. این میشه قضیه ناتمامیت اول گودل. بعد گودل گفت که اصلا این جملات بامزه به کنار، اینکه یک نظریه نمیتواند متناقض نبودن خودش رو در درون خودش اثبات کنه، همین نشون میده که سیستم ریاضی کامل نیست دیگه، ناتمام است. این میشه قضیه ناتمامیت دوم گودل. اگه دیدید جایی نوشته نمیتواند سازگاری خودش رو اثبات کند، این همونه. سازگاری یا کنسیستنسی منظور اینه که در میان گزاره‌های ریاضی جمع نقیضین دیده نمیشه، با هم سازگار هستند، متناقض همدیگه نیستند. مثلا شما با استدلال عقلی میتونید اثبات کنید که مثلا فلان قضیه درسته، اما هرگز با تعقل نمیتونید اثبات کنید که خود عقل درسته. خیر، قضیه ناتمامیت دوم گودل نشون میده که درستی تعقل رو باید چیزی بیرون از عقل اثبات کنه. چیزی مثل تجربه میتونه درستی عقل رو اثبات کنه. اما حالا خودمونیم، گزاره جی درسته یا نادرست؟ او وقتی میگیم خودمونیم یعنی از بیرون نگاه کنیم، خودمون بیرون بیستیم و از بیرون استدلال کنیم و درستی یا نادرستی جی رو بررسی کنیم. پس گزاره جی معادل این میشه من در سیستم حساب اعداد طبیعی قابل اثبات نیستم. میگیم جی یا درسته یا نادرسته، حالت دیگه ای که نداریم. اگه فرض کنیم که جی درست باشه یعنی جی در سیستم حساب اعداد طبیعی قابل اثبات نیست. خب باشه، مشکلی نداره، میتونه این فرض درست باشه، اینکه جی درسته اما درستی اون قابل اثبات نیست. باش، حالا فرض کنیم که جی نادرست باشه، یعنی جی در سیستم حساب اعداد طبیعی قابل اثبات است، یعنی جی اگرچه نادرسته اما درستی اون قابل اثباته. این میشه اثبات کردن یک چیز غلط، چیز نادرستی رو اثبات کرده که درسته.
قضیه یه ناتمام دوم گودل، ما وقتی توی سیستم حساب اعداد طبیعی بودیم نمیتونستیم اثبات کنیم که در این سیستم تناقض وجود نداره، اما حالا که ما در بیرون از اون هستیم میتونیم چنین ادعایی کنیم و اون رو اثبات کنیم. یعنی بگیم که در این سیستم حساب تناقض وجود نداره، پس طبق برهان خلف نتیجه میگیریم که فرضمون غلطه، یعنی جی نمیتونه نادرست باشه. پس معلوم شد که گزاره جی یک گزاره درستی هست. یعنی گزاره جی در اون سیستم درسته، اما درستی اون در اون سیستم قابل اثبات نیست. این که قابل اثبات نیست به اصطلاح میگن تصمیم پذیر نیست. تصمیم پذیری یا decidability یعنی گزاره های ریاضی در یک الگوریتمی قابل تشخیص به درست و یا نادرست هستند یا قابل تبدیل به صفر و یک هستند. اینطور نیست که یک گزاره ریاضی باشه اما درستی اون با هیچ الگوریتمی قابل تشخیص نباشه. به این میگن تصمیم پذیری. الگوریتم چیه؟ الگوریتم یک روش واضح و گام به گام برای محاسبات ریاضی هست. وقتی از ساده ترین چیزها شروع کنیم و قدم به قدم به تحلیل گزاره های پیچیده تر بپردازیم، یعنی طبق یک الگوریتمی عمل کرده ایم، اون وقت اون گزاره های پیچیده تقلیل گرایانه محسوب میشن، ریدکشنست هستند. یعنی میشه اونها رو به گزاره های ساده تر تقلیل داد. قضیه یه ناتمامیت اول گودل میگه یک سیستم رسمی ریاضی تصمیم پذیر نیست. یعنی میتوان گزاره یافت که به صورت الگوریتمی به شکل 0 و 1 در نیاد، مثل همون گزاره جی. این بیان دیگه ای از همون قضیه یه ناتمامیت اول گودل هست. خب حالا نظریه منفصل گودل، گودلز دیسجانکشن، چی میگه؟ منظور از منفصل یا دیسجانکشن همون یا هست، یا این یا اون. خب نظریه منفصل گودل اینه که یا ذهن ریاضی انسان مثل یک کامپیوتر نیست، یا مسائل ریاضی تصمیم ناپذیر برای انسان وجود داره. او یعنی یا ذهن انسان به صورت الگوریتمی عمل نمی کنه، یا این که به صورت الگوریتمی عمل می کنه و البته می تونه گزاره ریاضی وجود داشته باشه که برای انسان قابل اثبات نباشه. خیلی خوب، قضایای گودل این نظریه منفصل رو نتیجه میده. اما لوکاس و پنروز، یک فیلسوف و یک ریاضیدان، قصد داشتن که نشون بدن که to show that the mathematical mind is more powerful than any computer. قصد داشتن که نشون بدن که ذهن ریاضی انسان از هر کامپیوتری قدرتمندتر است. خلاصه میگن همونطور که برای یک سیستم ریاضی یک گزاره جی هست که اثبات نمیشه اما ذهن ما میتونه از بیرون اون رو اثبات کنه، خب الگوریتم کامپیوتر هم مثل سیستم ریاضیه. پس برای کامپیوتر هم یک گزاره جی وجود داره که برای اون قابل اثبات نیست اما برای ذهن ما از بیرون قابل اثباته. پس ذهن ما از کامپیوتر قدرتمندتره. او برای این فرضیه خودشون استدلال هایی هم آورده اند. البته استدلال هایی هم بر رد فرضیهشون هست. اینکه ذهن ما از بیرون چیزی رو میتونه اثبات کنه که کامپیوتر الگوریتمی نمیتونه اثبات کنه، دلیل این نمیشه که ذهن ما غیر الگوریتمی باشه. خیر، شاید ذهن ما هم الگوریتمیه و چیزی هست که نتونیم اثبات کنیم و مثلا یه کامپیوتر دیگه بتونه اون رو از بیرون اثبات کنه. چرا که نه؟ به علاوه آخه نظریه منفصل گودل میگه یا ذهن انسان الگوریتمی نیست یا الگوریتمی هست، در حالی که لوکاس و پنروز میخواستن بگن که ذهن انسان الگوریتمی نیست و نتونستن این رو ثابت کنند. این کتاب نظریه منفصل گودل تأکید میکنه که برای جامعه منطقی و فلسفی از فرضیه لوکاس و پنروز چیز قانع کننده‌ای به دست نیومده. اما این وسط دینداران اومدن تا از این بحث سوء استفاده کنند. اونا میگن پنروز به کمک قضایای ناتمامیت گودل اثبات کرده که ذهن انسان فرامادی عمل میکنه. ای بابا، به دروغ میگن اثبات کرده و میگن این اثبات روح و فراماده است.
او اینا فکر کردن که اگه بگن ذهن انسان الگوریتمی عمل نمیکنه، دیگه چاره ای نیست جز اینکه روح رو بپذیریم و بگیم لابد ذهن انسان مثل روح عمل میکنه. راجر پنروز خودش یک ریاضیدان بی خدا هست. او که الان 90 ساله هست و بازنشسته دانشگاه آکسفورد هست، تلاش کرده که ذهن انسان رو از کامپیوتر قدرتمندتر نشون بده. اون وقت یه عده بی خدا نشناس میان اثبات روح و ماورا و خرافات خودشون رو به دروغ به راجر پنروز بی خدا نسبت میدن. این وسط ناتمامیت گودل هم شده چاشنی اون تا حسابی موضوع پیچیده باشه و کسی نپرسه که آخه چجوری با ریاضی میشه وجود روح ثابت کرد؟ حالا اجازه بدید از جنبه دیگه ای بحث کنیم. اگه روش عمل کرده چیزی قابل فروکاستن به رفتار ذره های تشکیل دهنده اون باشه و به همین دلیل ما اون روش رو الگوریتمی بدانیم، با این فرض چون مغز انسان از ذره و مولکول و سلول تشکیل شده، پس هر آنچه که حاصل مغز باشه از جمله ذهن الگوریتمی خواهد بود. مثلا ما برای یادگیری زبان یک الگوریتم استفاده می کنیم، همون دستور زبان یا گرامر، اول شخص و سوم شخص، مفرد و جمع، ماضی و مضارع، معرفه و نکره و موارد دیگه همه الگوریتمی برای یادگیری زبان هستند. ما اون رو کاملا می شناسیم. اما یه بچه یه ساله بدون هیچ الگوریتم شناخته شده ای، بدون دستور زبان و قواعد و گرامر، روانتر، سریعتر و بهتر از ما زبان رو همچین قلمبه ای همینجوری یاد میگیره. اوخی، خب ما تا حالا نتونستیم هیچ الگوریتمی برای یادگیری کودک بشناسیم و شاید هیچ وقتم نتونیم. اما این دلیل بر این نیست که یادگیری کودک الگوریتمی نباشه. خیر، علاوه بر اون میخوام این رو بگم که حتی اگه بر فرض که ثابت بشه که ذهن انسان الگوریتمی نیست، به فرض، باز هم این دلیل بر این نیست که پس ماورا و روح و خرافات دیگه حقیقت باشن. خیر، بلکه اون وقت این نتیجه حاصل میشه که تصادف و پدیده خود به خودی در ایجاد ذهن نقش داره. درست همونطور که اگه ما اثبات کنیم که پدیده‌ای دارای علت نیست، نمیگیم پس روح علت بوده، نه، میگیم تصادفی و خود به خود رخ داده. خدا باوران برای وارد کردن روح همون دو معضل بزرگ رو دارند، اینکه اول باید موجود غیرمادی رو اثبات کنند و سپس تأثیر گذاشتن اون بر دنیای مادی رو اثبات کنند، که همین دوتا خودش تناقض ذاتی داره، چون اگه تأثیر بگذاره دیگه موجود غیر مادی نیست و مادی محسوب میشه، پس هیچ موجود غیر مادی وجود نداره. اما کانال‌های من وجود داره، پس کانال‌های من رو فراموش نکنید. من زئوس هستم.